وزیر ارشاد وقت آقای صفار هرندی بود. آقای صفار هرندی تو کدوم حوزه اومده بود؟ از حوزه کیهان. ویژگی حوزه کیهان چیه؟ ویژگی حوزه کیهان نینه که بعد از انقلاب، کوتاه مدتی بعد از انقلاب اشخاصی وارد شدند که اینها پیرو سید احمد فردید یزدی بودند. سید احمد فردید یزدی چنان که قبلا به عرضتون رسوندم، ایشون خودش رو صاحب نظر میدونست. ایشون نه به تصوف کار داشت، نه به فقه کار داشت، نه به این رقم مقولات. اون یه جهانبینی خاص خودش رو داشت و یه عده رو مسخ کرده بود، مسخ خودش کرده بود. چون میگفت من مفسر نظریات هایدگر، بلکه عبور کرده از هایدگر هستم. اینا رو مفصل بیان کردم، اگر لازم شد بیشتر توضیح خواهم داد. در این کیهان این اشخاص جمع بودن که قبلا شاگردان آقای فردید بودن. آقای فردید با اون صحبت هایی که می کرد در دوران نظام ساقط شده پهلوی در انجمن شاهنشاهی فلسفه جایگاه خاصی داشت. انجمن شاهنشاهی فلسفه ایشون بعد از انقلاب تازه توقع داشت که امور دانشگاه ها رو آیت الله خمینی به اون بسپره و نصب بود آیت الله خمینی به جریان دیگری سپرد. و این آقای سید احمد فردید یزدی نامه سرگشاده، نامه نوشت و بعد نامه رو منتشر کرد. نامه نوشت برای آیت الله خمینی که آقا اون کسانی که شما اصلاح امور دانشگاه ها رو به اونا سپردید به لحاظ فلسفی پیرو پوپر هستن، در حالی که من کاری اصلا به پوپر ندارم و پوپر رو براش پشیزی ارزش قائل نیستم. و میخواستم خدمت کنم به این انقلاب و فلان. این آقا دنبال چی بود؟ چی میگفت؟ اون حرف هایدگر رو که بهش چسبیده بود چی بود؟ این که ما در پایان تاریخ و در آغاز رستاخیز تاریخی قرار داریم. اون جریان روایتگرا یکی جریان روایتگرا که قدری متفاوت بود از سایر روایتگرایان و معتقد به ظهور قریب الوقوع ناجی آخر الزمان بود در قوم، شاگردان اون جریان با حوزه فردید پیوند خوردن. این شد حوزه کیهان، اشخاصی که تو این حوزه بودن اینها همه فردیدی بودن. اینها رو فردید مسخ کرده بود. اونها شاگردهایی تربیت کردن که مثل خودشون مسخ شده فردید بودن. و نسل بعدی اینها عزیزان با عرفان و تصوف مخالف نبودن و نیستن، با شخص آیت الله خمینی مخالفند و با جسارت این رو بیان میکنند. یعنی به مبانی فکری و نظری آیت الله خمینی به طور روشن و بیان و آشکار حمله میکنند.
کجا؟ نه در جلسات خصوصی، در برابر دوربین های تلویزیون صدا و سیما. نمونهش همین طلبه یه که اسمش مهدی نصیریه. این محضر فردیت رو به طور مستقیم درک نکرده. اهل دامغانه، حوزه ای رو که علی معلم دامغانی شاگرد دانشکده حقوق که در اون حوزه ای که فردید در دانشکده هنرهای زیبا و در دانشگاه ادبیات، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تدریس میکرد، رفت و آمد داشت و تو حوزه فردید. این آقا چی میگه؟ این آقا نه فلسفه خونده، نه حکمت خونده و نه کلمه ای از اصطلاحات فلاسفه و حکما اطلاع داره. این آقای مهدی نصیری بعد به خودش اجازه میده که راجع به ابن عربی سخن پراکنی کجا؟ در برابر دوربین. چرا؟ به خاطر اینکه این یه فرد نیست، این سر کوه یخیه که خیلی عظیم زیر آب قرار داره و دیده نمیشه. جریان ضد خمینی. این حرفهایی که ایشون به صراحت و به تندی بر علیه ابن عربی میزنه که ناشیانه میزنه و نشان دهنده اینه که هیچ واژه‌ای از واژگان ابن عربی رو نمیدونه و به طور کلیشه‌ای یه چیزایی رو یاد و تکرار میکنه، این به صراحت داره مواضع آیت الله خمینی رو میکوبه. چرا؟ برای اینکه اینها نبخشیدند آیت الله خمینی رو. که چرا؟ شما زمام انقلاب فرهنگی رو در دست فردیت نذاشتی و دادی به یه جریان پوپری. اینها با اون دارن تصفیه حساب میکنن. ماجرا به اونجا برمیگرده. میدونید چرا عناصر سکولار و لائیک در جهان عرب، حتی تو ایران، همشون اینا برای ابن عربی احترام قائلن؟ بله، یک کسی مثل نصر حامد ابوزید برای چی از ابن عربی تجلیل میکنه؟ بعضی از روشنفکران داخلی خودمون، ایرانی خودمون، که حالا اسمشون رو نمیخوام ببرم، برای چی از ابن عربی تجلیل میکنن؟ اینا اتفاقیه. امام رحمت الله علیه تجلیل میکنه. آیا این نیست که شما باید جواب بدید؟ یعنی مدافعانه، ببینید مدافعانه، بنده ممکنه بگم که لشبهتن حصلت برای امام، یا شما باید توضیح بدید یعنی چیه این مسئله؟